نهاد صدای مردم افغانستان در نشست ملی نهادهای ادبی و فرهنگی در کابل از امارت اسلامی افغانستان میخواهد که توجه جدی به فرهنگ و هنر داشته و در رشد فرهنگ اصیل افغانی تلاش نمایند. نویسندگان، فرهنگیان و هنرمندان افغانستان در نشست جمعیشان از حکومت امارت اسلامی خواهان همکاری بیشتر با قشر باسواد افغانستان شدند. نهاد صدای مردم افغانستان نزدیک به 400 نویسنده و هنرمندان را از 34 ولایت افغانستان در کابل گرد هم آورده و از حکومت امارات اسلامی میخواهد که برای رشد هنر و فرهنگ اصیل افغانستانی تلاش نمایند. نهاد صدای مردم افغانستان در نشست ملی نهادهای ادبی و فرهنگی با اشتراک جمعی از فرهنگیان، نویسندگان و هنرمندان از سراسر افغانستان از حکومت خواستند که در ثبات اقتصادی فرهنگیان توجه بیشتر نماید. انجینیر عبدالرحیم خرم، یکی از مسئولان نهاد صدای مردم افغانستان میگوید افغانستان دارای فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی است که باید تقویت شود. آقای خرم خواسته های هنرمندان و فرهنگیان را چالش های اقتصادی و محدودیت های اجتماعی دانسته و از حکومت امارت اسلامی خواهان همکاری بیشتر شدند. یکی از مشکلاتی که نمیدونم امروز تمام کسایی که در فرهنگ و ادب کار میکنند سخت دست شکست است از نگاه اقتصادی. مسئله دیگر بعض محدودیت های اجتماعی امکان داره مطرح شد. امکان داره بعض خوارا بگوید که مثلا او آزادی را که ثابت داشتن حال کمتر شده. در همین زمینه معصومه جامی، یکی دیگر از مسئولان نهاد صدای مردم افغانستان، در این نشست خواهان حمایت مردمی و حکومت از هنرمندان و فرهنگیان شدند و از حکومت خواست که باید در بخش رشد فرهنگی تلاش جدی به خرج دهند و از فرهنگیان حمایت کنند. خانم جامی از اهمیت اتحاد و همدلی بین اقوام اشاره کرده و گفت افغانستان با فرهنگ و فرهنگیان متنوعی خوبی که دارد نباید دچار تزلزل شده و به اتفاق گردد. افغانستان دارای یک فرهنگ و هنر غنی و متمدن است. دولت باید در کنار فرهنگیان قرار بگیره و خلاها و کمکاسی هایی که در پیش روی از اونا هست به تک تک اینا رسیدگی کنه. با این همه سیدالدین سعید، نماینده وزارت اطلاعات فرهنگ، در این نشست گفت امارت اسلامی ضمن احترام به همه اقوام و فرهنگ های کشور خواهان حضور همه اقشار در حکومت هستند. آقای سعید میگوید افغانستان دارای تاریخ 2000 ساله است و فرهنگ غنی افغانستان از زمانه های دور و میراث مانده است. افغانستان یو غنی تاریخ لري، یو غنی فرهنگ لري. افغانستان چې سړی وګوري 5000 کلن تاریخ هر چا په خلو باندې دی. به گفته مسئولان برگزاری نشست ملی نهادهای ادبی و فرهنگی، 390 تن از سراسر افغانستان در این نشست اشتراک کرده است. این نشست فرهنگی با نمایشگاه کتاب، نمایشگاه نقاشی و رسامی هنرمندان و دکلمه شاعران خاتمه یافت. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.